موزیم ملی افغانستان یکی از غنی‌ترین موزیم‌ها در سطح منطقه به شمار می‌رفت که در زمان جنگ‌های داخلی ویران شده بود. این موزیم حالا دوباره بازسازی شده و به تدریج به غنامندی آن افزوده می‌شود. نمایش مصنوعات نفیس مذهبی و مجسمه‌های بودا از عصر بودایی افغانستان در موزیم ملی افغانستان راه اندازی شده است. موزیم ملی در زمان جنگ‌های داخلی افغانستان ویران شده بود، اما اکنون با کمک جامعه بین المللی دوباره بازسازی شده است. موزیم ملی افغانستان که به نام موزیم کابل نیز شهرت دارد، تعمیر دو منزله است که در ساحه دارالامان کابل موقعیت دارد. این نمایش شامل مصنوعات و بقایای یافت شده از صومعه بودایی می باشد که مجسم کننده بخش عمده از فرهنگ افغانستان است. این کشور بیش از 1000 سال تاریخ دارد. از موزیم کابل در سال 1994 به حیث پایگاه نظامی استفاده می شد و مورد اصابت راکت قرار گرفته و وسیعاً تخریب شد. استناد بر اظهارات محمد فهیم رحیمی رئیس نگهبانان موزیم، حدود 70% مصنوعات این موزیم در جریان جنگ‌های داخلی به غارت برده شده و به بازار سیاه و کشورهای همسایه به فروش رسیده است. در سال 2001 طالبان تصمیم گرفتند و مجسمه بودا را که در ولایت بامیان موقع دارد منفجر کرده و از بین بردند. آنها به داخل موزیم آمده و بیش از 2500 مجسمه را که شبیه چهره انسان بود و در موزیم نگهداری می شدند تخریب کردند. این کار آنان یک فاجعه دیگر بود. در بین سالهای 2003 و 2006 حدود 35,000 دلار برای بازسازی تعمیر موزیم کابل به مصرف رسید. خوشبختانه اکثر اشیای گرانبها در باکس‌های آهنین قفل و مهر شده و در جای امن انتقال و نگهداری می‌شد. در سال 2004 آن اشیا دوباره به موزیم انتقال یافت. اکنون پیروی از مذهب بودایی در افغانستان تقریبا از بین رفته و بیش از 99% ساکنین این کشور مسلمانند. با این حال هم این موزیم برای حفظ تاریخ کهن مردم افغانستان اختصاص یافته است. خدیجه الکوزی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.